أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيدامي سوري على عمران الله تعالى سي موضوع اساسی را بيان ميكنه موضوع أول شبهاتك از طرف أهل الكتاب يعني يهود نصارا و یا هم شبهاتی که از طرف مشرکین و منافقین ایجاد می شد دیگه عقیده انسان های مشرک و مرتد و مخالفه بیان می کنن الله متعال که اونا چه قسم عقیده دارن موضوع دیگه که الله متعال بیان می کنه در ای آیات بعدی مسئله است که منافقا چه قسم در صف مجاهدین مسلمان داخل میشن در صف مسلمان ها داخل میشن و بالاخره پس از این صف به یک شکل از اشکال میبراین و میخوان که در بین مردم ایجاد بکنن اختلاف و جنجال الله متعال این را بیان میکنه و همچنان صفات مؤمنا را بیان میکنه که در مقابل اهل کتاب و در مقابل مشرکین و در مقابل شبهات از اونا مسلمان ها چه قسم مقاومت میکنن و ایره هم بیان میکنه که اگر مسلمان ها در کدام جای اشتباهی میکنن الله متعال غفور و رحیم است اشتباه خدا دوباره اصلاح میکنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لن تنال البر الله متعال میگه بر مسلمان ها خطاب میکنه که لن تنال البر هرگز شما نائل نمیشین یا حاصل کرده نمیتونین البر نیکی را حتی تا زمانی که تنفیق و نفقه کنید مما تحبون از آنچه که شما دوست دارین یعنی الله متعال در قسمت نفقه و انفاق خصوصا فی سبیل الله خصوصا در راه اسلام این نفقه را میگه شما وقت میکنین باید شما وقت حاصل میکنین نیکی را که آنچه را که زیاد دوست دارین او را انفاق بکنین و به این علت بود که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا هر کدام وقتی که مجرد یایت یا شریف نازل شد یک صحابی ابو دحداح نام داشت ای یک باغ داشت که باغ بسیار زیاد دوست داشت حتی بعضی اوقات رسول الله صلی الله علیه و در او باغ میمان میکرد و رسول الله صلی الله علیه و آله و بعضی های دیگر برشان میداد و برای صحابه وقتی که ای آیت نازل شد پیش رسول الله صلی الله علیه و آمد که من اینمی باغی را که بسیار زیادی را دوست داشتم م چی کردم به خاطر الله من نفقه میکنم عمر رضی الله تعالی از مال خیبر پیشش مانده بود گفت من یارا کلش نفقه میکنم بر راه بر الله و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی و می قسم هر صحابی میامدن و امو مال هایی که داشتن ایر چی می کردن به خاطر رضایت الله چی میکردند نفقه می کردن آل موضوع دیگه در آیت 93 سوره بقره موضوع است که یک تعداد از بنی اسرائیل آمدن پیش رسول الله صلی و شبهی را پیش کردن و گفتند که شما گوشت شطر را می خورین در حال که ای گوشت شطر در ملت ابراهیم علیه السلام و یا در بین توراتی حرام شده است الله متعال رد از اینا را گفت گفت اینا دروغ میگن ای شبهه را ایجاد میکنن کل طعام تمامی غذاها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل برای بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام یعنی غذاها حل... حرام نشده بود گوشت شطور حرام نبود در کتاب شما الا مگر آنچه را که حرم اسرائیل چیزی را که منع کرده بود یا نظر کرده بود خود یعقوب علیه السلام در شریعت یعقوب علیه السلام اجازه نظر بودی قسم که مثلا یک غذای حلال بگم، من دیگه ایره نمیخورم نظر کردیم ما دیگه شطور را خورم. در شریعت رسول الله این قسمی نیست ای قسمی نظر اجازه نیست پس یعقوب علیه السلام گفت که ما اینمی گوشت شطور نمیخورم خورم یا بعضی ها میگن که او کدام تکلیف یا مریضی داشت به اساس و بعضی میگن که او کدام تکلیف یا مریضی داشت که به اساس همون مریضی خود امی گوشت شطور را نمی خورد اما ای در تورات حرام نشده بود بالای از اینا الله متعال میگه که اینا چی کردن کل طعام تمامی غذاها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل بر بنی اسرائیل الا مگر ما آنچرا که حرمه بند نموده بود که اسرائیل خود یعقوب علیه السلام علی نفسه بر نفس خود من قبل ان تنزل تورات ای وقتش بود که انوس چی تورات نازل نشده بود یعنی وقتی که یعقوب علیه السلام این سر خود چی کرده بود منع کرده بود وقت هنوز موسی علیه السلام نامده بود که بالای از تورات نازل شده باشه این قبل از او خود یعقوب علیه السلام نمیخواست لکن ای به این معنی نیست که این حرام است از طرف حرام حلال و حرام خو از طرف الله میشه و در کتاب الله بیان میشه و در سنت پیغمبر گفته میشه قل بگو که فعتو پس بیاورین به تورات تورات را فتلوها پس صورت این کنتم صادقین اگر شما راست میگین اما اگر شما دروغ میگین چیزی را که خودتان از دل خود خوش ندارین که بخورین افترا بر الله میکنین فمن افترا پس کسی که باز تهمت میکنه علی الله بر الله الکفی و دروغ من بعد از که بعد ازی که برش حق معلوم شد فا که هم الظالمون اینا ظالما هستن یعنی حلال و حرام و جایز و ناجایز در کتاب ها معلوم است عالی بسیاری که هست که من گوشت گوسفند نمیخورم چرا نمیخوری من گوشت گوسفند سر خود حرام کردیم چرا حرام کردی والا ما میخوایم که تقوا داشته باشیم تو تقوای تست تقوای رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشتر است پس این کسی که یک چیزی که الله حلال کرده و ای حرام قرار میتیش یا پیروای خدا میگه که اشک و گوسفند نخورین که باز شما تقوا کرده نمیتانین پس در این صورت یا این گوشت کفتر رو نخورین این گوشت, گوشت کفتر زیارت است اگر یا بخورین باز شما کشته میشین پس کلش افترا و تومت بالای الله هست چیزی که الله حلال کرده او ما حق نداریم که حرام بکنیم به نام فلان و به نام فلان و هر کسی که افترا و تومت میکنه بالای الله و دروغ من بعد بعد از این ای فاولای که هم اینا اینمی قسم که یهودیا ظالم شدن به لعنت الله گرفتار شدن شما امت رسول الله صلی الله علیه هم به این مرض مبتلا میشید خب قل صدق الله بگو که الله راست گفته فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا شما خو خب میگین که ما ملت ابراهیم علیه السلام رو پیروی میکنیم آهد ملت ابراهیم علیه السلام ایگه بود و ما کار من المشرکین ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکان نبود که او بخیزه کار بکنن که مخالف توحید الهی است ان اول بیت شبهه دیگی که اونا ایجاد کردن ببینن شبهات گفته میرن و الله او را رد کرده میره و رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان بیان میکرد اونا شبهه را ایجاد کردن و گفتن که بهترین خانه که از بیت الله شریف است و یهودی ها میگفتن که بهترین خانه که اول جور شده و او باید عبادت دو صورت بگیره بیت المقدس است الله مطال میگه امی شبه هم این اینا که ایجاد میکنن ای دروغ میگن ان اول بیت یقینا نخستین خانه ای که وضع مقرر یاتین شده بود برای عبادت لناس برای مردم للذی امو خانه هست که ببکته در مکه هست ای در مکه مکرمه هست مکه را بکه به خاطر از این میفتن که جای ازدحام بود جای آجزی بود جای بکا بود مردم زیاد گریه میکردن در پیش بیت الله الذي ببكه آن خانه ای که در مکه هست مبارکن این مبارک است و هدن و جای هدایت بود للعالمین آهل شما میگن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم ابراهیم علیه السلام بیت بق... المقدس جور کرده یا کعبه را جور کرده وقتی که تو به ملت ابراهیم علیه السلام هستی خو ابراهیم علیه السلام خو، کعبه شریف را جور کرده که فیه آیات بینات در امی کعبه شریف آیات نشانه های هست بینات آشکارا این نشانه ها چی هستن؟ مقام ابراهیم در اونجا مقام ابراهیم علیه السلام است دیوالایش که ابراهیم علیه السلام بلند کرده اسماعیل علیه السلام بلند کرده و من دخله دیگر علامت قدرت الله چی است؟ هر کس که دی دا داخل میشه که آن در امن می باشد هم از نگاه دنیوی و هم از نگاه اخروی ولله و خاص برای الله هست علی الناس بالای مردم حج البیت و الله متعال که فرض کرده یک عبادتی که فرض از بالای مسلمان چی است او حج قدس نیست حج بیت الله شریف است من استطاع هر کسی که استطاعت داشته باشد الیه و سوی بیت الله شریف سبیلا از نگاه راه و امکانات مالی و مادی و من کفر و هر کسی که کافر شد یعنی اگر باز کسی از عبادت حج کافر شد بعضی کسا امی هم میگن که حج چی به درد میخوره باید حج نرم پیسه حج بر فقرا بتیم پیش از حج خو زکات فرض است و من کفر و هر کسی که کافر میشه و این الله پس یقینا که الله متعال غنی عن العالمین غنی از عالمیان یکی از مفسرین نوشته میکنه میگه وقتی که و ما یب غیر الاسلام دینا فلا یقبل هو نازل شد یهودی ها گفتن ما خو مسلمان هستیم پس الله مطال برشان گفت خی حج برین باز اینا گفتن نه ما حج قبول نداریم اینه یا کافر شدن از این خاطر میگه آیت شریف نازل شد که و من کفر و کسی که کافر شوه و قبول نکنه یک حکم از احکام الله را یعنی اگر یک کسی حج نمیره یا رفته نمیتونه یا پول داره نمیره ای علایده حکم داره اما اگر کسی انکار میکنه بازی کافر میشه قل یا اهل الكتاب بگو ای اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله چرا شما كافر میشین الله والله شهيد و الله على ما بر هر آنچه شما تعملون عمل میکنین قل يا اهل الكتاب باز برشان بگو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي كأ اهل الكتاب شما اهل الكتاب ميگرين و دار ومؤمن و مؤمن ميگين و پيرو 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 لما تصدون عن سبيل الله چرا ماني ميشين از راه الله من کسان را آمن و ايمان آورد مسلمان ها میشین تبغون ها عوجا ای یهودی ها دو عادت داشتن یکی که مانع شریعت الله میشدن دوم که شریعت الله را غلط و کج نشان میدادن از این خاطر الله متعال گفت که شما چه قسم مؤمن هستین و اهل کتاب هستین که تبغون ها عوجا اول تصدون عن سبیل الله مانع رفتن از راه الله میشین و باز تبغون ها عوجا یعنی شما میخواین که یه متکج و نادرست باش چرا کجه نادرست باشه به القاع شبهاتشبهات شما ایجاد میکنن و لاعتراض علی الاحکام وبه احکام الله اعتراض میکنن ان پس و انتم شهدا در حال که شما شاهد هستن میفهمن که ای پیغنبر و ای کتاب حق است وما الله ونس الله بافل بخبر عما عم تعملون از آنچه که شما عمل میکنید یا ایها الذین آل درس میته بر مؤمنا بعضی از مسلمان ها بعضی اوقات به تبلیغات اهل کتاب متاثر میشن تلویزیونها رو را میبینن رادیوها را اخبار و مجلاتا میخوان باز دیگه سرشان تاثیر میکنه افکار یهود افکار نصارا افکار کسایی که خودشان خدا اهل کتاب میگیرن یهود و نصارا میگیرن اکثر از اینا رو باسل کردن امی یهودیا شیطان پرست هستن همین یهودیا مثلا بسیارشان ببینن قبر پرست هستن همین یهودیا رو ببینن بسیاری از اینا که خدا اهل کتاب میگیرن بت پرست هستن گوساله پرست هستن از این خاطر بسیاری اوقات مسلمان ها به نظریات از انا بعضی اوقات متعصر میشه الله متعال بر مسلمان ها میفهمانه که یا ایوها لذین آمن و ای مؤمنان این و اگر شما اطاعت بکنید فریق من اهل کتابی از یک گروه از اهل کتاب من اللذین اوت الكتاب از کسایی که کتاب برشان داده شده است یا ردوکم اینمی یهود و نصارا شما را می سازند شما را برمیگردارن بعد کم بعد از ایمان شما کافرین شما را کافر میسازند و کیف تکفرون و شما چه قسم کافر میشین شما مسلمان ها و انتم در حالی که شما تطلع علیکم آیات الله آیات الله بر شما تلاوت میشه مغز شما خلاص میشه بر شما فکر داده میشه اندیشه داده میشه نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام برتان بیان میشه توحید الله با اقسام مختلفش نقطه نقطه بر شما بیان میشه وقتی که آیات الله بر شما تلاوت میشه و فیکم و در بین شما رسول در بین شما یا رسول زنده هست و اگر رسول وفات کرد کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم امانت رسول الله صلی الله علیه و سلم که احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و است در نزد شما هست شما چطور به اینا مراجعه نمیکنین این از این معلوم میشه کسایی که به قرآن و سنت مراجعه نمیکنن اینا بالاخره دشمن های اسلام سر از تاثیر میکنه و اینا را کافر و بیدین میسازه عد اقل بدعتکار میسازه متعصب میسازه اینا الوقتی که کسی به قرآن و سنت مراجعه نکرد و و من یعتصم و الله میگه و من یعتصم بالله و هر کسی که اعتصام و تمسک به الله و رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد هدی الى صراط مستقیم انسان هدایت شده به راه راست یعنی يعني در هر مشکلتون ببینن که الله چی میگه و كتاب الله و رسول الله صلی الله, الله عليه و وسلم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنا اتقوا الله شما تقوا بكنين تقوا اصلش وقايه يعني شما خدا وقايه بكنين از عذاب دنیوی و اخروی الله چه قسم حق تقاته با تقوای حقیقی تقوای حقیقی چه وقت حاصل میشه وقتی که انسان عقیده توحید با تمام اقسامش از قرآن و سنت گرفته باشه ولا تموتن و شما نمیرید یعنی الا و انتم مسلمون مگر ای که شما مسلمان باشین چی قسم؟ یعنی شما متاثر به کفار نشین اگر شما متاثر به کفار شوین و در امی حالتی که شما در شک و تردد باشین یک مرتبه در میجه مرک سرطان به مرک وقت نداره انسان به ترتیب به دنیا میه به ترتیب میره اول پدر کلان آمده باز پدر آمده باز نواسه آمده باز کواسا آمده یک وقت سهل کنی که نواسه و کواسه مرده پدر کلان قرار چکر میزنه اتو نشه که شما دمی شباهات و شکهای اهل کتاب مصروف باشین مرک سرتان بیه و چی شوین از دنیا به ایمان برین و اعتصمو به حبل الله جمعا شما چی کنین؟ اعتصام کنین، تمسک بورزین، چنگ بزنین به چی؟ به حبل الله بر الله چرا ای ایره رسمان گفتن؟ میگه به خاطر ازی که رسمان که هست و ارتباط انسان بسته میکنه وقتی که یک چیز رو که خوب دو چیز ما بکنی که رسمان شخص ایره بسته میکنی امی قرآن سنت که هست؟ ای حبل الله هست رسمان الله هست ازی که ماکم بگیری سه رابطه را مستحکم بسته میکنه کدام سه رابطه است رابطه تا با الله رابطه تا با مخلوقات الله و رابطه تا با خودت رابطه با الله چی است که عقیده توحید صحیح داشته باشی رابطه با مخلوقات چی هست که با مخلوقات اونمو قسمی که الله و رسولش میگه تو حقوق از اینا را مراعات میکنیم ارتباط با خودت چی هست؟ که حتی شخصیت خود کار نمیکنه که شخصیتت مورد سوال قرار بگیره به شخصیت شوی از این خاطر الله مطال میگه که و شما تمسک بورزید و و اعتصام به معنای تمسک ورزیدن به معنای چنگ زدن به چی به حبل الله و رسمان الله که چی است که توحید است که قرآن است که سنت است جمیعاً تمامی تو نشه که نصف بعضی اوقات بعضی کسا هست وقتی که دیندار میشن امی یک بخش دینه که گرفت شیطان برش میگه اوه ماشاءالله ماشاءالله تو دیگه اینمی کار که کردی اصلی جنتی خود تو هستی کل کار حق پیش تو هست الله متعال میگه نه تمسک به قرآن سنت به تمامی تمامی شعبات ایمان ما کم بگیرید ال... رسول الله میگه ایمان و بدون اون و سبعون اون شعبه ایمان هفتاد چند بخش داره شما کلی شعبه ها را بگیرین. ولا تفرقوا و تفرقه نکنین تفرقه چی است که یکی اختلاف است یکی تفرقه هست فرق بین اختلاف و تفرقه چی است تفرقه هی است که انسان در اصول دین فرق میکنن جدا میشن فرقه فرقه میشن شما خود فرقه فرقه جور نکنین اما اگر در مسائل اجتهادی در فروعات دین تفرقه در اصول میشه اختلاف در فروعات میشه وقتی که در فروعات شما کدام اختلاف اجتهادی داشتین در اینجا مشکل نیست که شما مثلا اگر اجتهادات مختلف می باشه اینجا مختلف می باشه اجتهادات لکن بعضی انسان بدبخت و بیدین کسایی هستن که حتی مسائل اجتهادی کوچکه ایره به مسائل اصولی اصول دین انتقال میتن سر یک مسئله عادی که در اونجا مثلا علمای فقی در اختلاف نظر دارن این میگیرن این یکی دیگه خدا به کفر و شرک مبتلا میکن الله متعال میگه ای کار نکنین در بینتان تفرقه ایجاد نکنین ولا تفرقو وذکرو و یاد بکنین نعمت الله علیکم نعمت های الله را بالایتان اذ هنگامی که کنتم بودید اعدا دشمنا شما در بینتان دشمنی داشتین فلفوقتیکه شما ایمان آوردید الله الفت انداخت بین لفت ن دوستی و محبت ایجاد کرد بین قلوبکم در بین قلبهایتان ف اصبحتم بازگشتن به نعمته ینی به نعمت الله نعمت الله چ است بزرگترین نعمت الله قرآن و سنت است با اطاعت از الله و با اطاعت از سنت رسولالله صل الله, الله عله وسلمچ شدن اخوانا برادرها شدن و کنت مبود این شفا حفرت بر کناره شفا حفره یعنی کرانه های من نار آتش دوزخ به سبب چی؟ به سبب شرکی که در بین منتشر بود قبر پرستی بود بود پرستی بود در بین عرب های جاهلیت سنگ پرستش میکردند، چوب پرستش میکردند، حیوان پرستش میکردند، اسپند به اسپند پناه میبردن، بردن به سنگچل پناه میبردن، بردن به موره پناه میبردن. الله متعال میگه که نعمت خدا بر شما داد پیغمبر فرستاد قرآن آمد سنت برای شما نازل شد پس شما در حالی که بودید علا شفا حفرت مننار در کرانه های آتش نزدیک بدن که دمی آتش دوزخ بفتین فا انقذکم پس نجات داد شما را انقاذ و معنای نجات است فا انقذکم پس نجات داد شما را من حضمی آتش دوزخ كذلك إن شنين يبين بيان ميكنات الله و الله سبحانه وتعالى لكم برشما آياته آيات خدرا أحكام خدرا نشانه هاي قدرت خدرا لعلكم تحت دون شاهد كشما هداية من الله برشما آيات قرآن و أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ميكنا شميش شما هداية ولتكن منكم آل الله متعال ميگه آل كي شما مسلمان حق فهميدين ولتكن و باشد منكم بعض از شما بعضی ها میگن که من بر معنای بعض است و بعض علما میگن که نه من کس اینجا به معنای چی است به معنای تفصیل و توضیح هست متوجه هستین پس اینجا میگه که ولتکن و باشین منکم یعنی بعضی ها میگن کلکم تمام شما باید باشین چی امتون امتی باشین که یدعون ال خیر که دعوت میکنن به طرف قرآن و سنت علامه ابن کثیر میگه الخیر رو القرآن و سنت شما چی باشین امتی باشین که دعوت می کنین دیگرا ره به طرف کتاب الله و سنت رسولالله صلی الله عله صل وسلم و یامرون و امر میکنن بالمعروف به نیکی ها معروف چی است ما ورد فی الكتاب و سنه آنچه که در قرآن و سنت آمده از اوامر الله شما به چیزهای خوبی که در قرآن و سنت است به این مردم امر بکنید و ینحون و من امی مردم را عن المنکر از اون منکراتی که بیان شده در کتاب و سنت برتان بیان شده که اینی حرام است اینی شراب حرام است اینی زنا حرام است غیبت حرام است اینی چیزا هست کل از یارا باید چکن اولایی که اگر کسی همین قسم صفات داشت که مردم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت میکرد و مردم به امر میکرد به نیکی ها و نحیه میکرد از بدی ها و اولائی که هم المفلحون آل نهی را پرسان میکنه یک کسی که ما چه قسم نحیه بکنیم نهی را الله رسول الله صلی میگه که نظر به استطاعت تان است ایمان چند فیصد است اگر ایمانت صد فیصد است من را آمین که کنن فلیغیر هو کسایی که ایمان قوی دارن قدرت زیاد دارن قوت و امکانیات زیاد دارن اینا وقتی که یک منکر را دیدن با دست خود تغییر میتن پس ای ایمانش صد فیصد است و این لم یستاتی بعضی کسای دیگه از باز قدرت و قوت ندارن ایمانشان هم ضعیف است پنجاه فیصد ایمان دارن باز میگن فا لم باز به زبان خود برش بگوین باز میگه اگر به دست هم نتانستی به زبان هم نتانستی پس باید به با چی کنه ادعقل و به قلب خود چی کنه بد ببینه و ذالک اضعف ایمان ای بسیار میگه ضعیفترین مرحله ایمان است اینال یک نفر یک منکر یک جای میری خوب ساز است موسیقی است نه بده صورت تغییر داده میتونی نه با زبان او را تغییر داده میتونی و نه هم در قلبت بدت میاره بلکه خودت پیزه میتی ساز میاری حال امی کسایی که سازنداره میره و میرقصن این چند فیصد ایمان داره این بیخی تحت صفر هستن هیچ ذره ای ایمان هم در وجود از اینا باقی نیمانه، چرا ایمان 50 فیصد 100 فیصد من را امن کومن کنم فلیغه رو صد فیصد ایمان فإن لم يستطيع 50 ایمان فإن لم يستطيع با قلبش 5 10 فیصد در قلبش ایمان میمانه این که خودش به اون منکر کت منکر یک جای میشه دوستی میکنه با کافرها دوستی میکنه با منکرات و با سازنده و با رقاصه خودش قصد میخره و تایپ میخره و خودش بر دیگران روشن میکنه و خودش داروسی خود میره ای باز بر از ذره از ایمان باقی نمیمانه الله متعال میگه ولا تکونو و نباشید همچنان لذین مانند کسانی که تفرق و تفرق جویی کردن یعنی مش مشکل یهودیا چی بود؟ اینا خودشان در بین خود تفرقه کردن هفتاد چند گروه شدن؟ هفتاد یک گروه، هفتاد, گروه، هفتاد دو گروه یهود و نصارا انال گفت مثل از شما تفرقه نکنین علا تو فلانیستی علا تو فلانیستی او رو بایی از خود جدا کو در مسجدتان تان تفرقه ایجاد شد و یکی از دگی تان دور باشین ایرم الله متعال میگه نکنین والا تکونو نباشین کلذین کل مانند او یهود و نصارایی که تفرق و یا چی کدن فرقه فرقه شدن گروه گروه شدن در بین خود تقسیم شدن به حساب قوم تقسیم شدن به حساب زبان تقسیم شدن به حساب نجات تقسیم شدن به حساب فروعات تقسیم شدن اینی قسم در بین خود تقسیم بندی ها را ایجاد کردن حزبای مختلف شدن سی و اختلاف و اختلاف کردن در بین خود اختلاف کردن اختلافات کردن که حتی بسیار اختلافات مثلا در سابق اگر یک حنفی می بود با شافی با مالکی با حنبلی با اهل حدیث با سلفی با دیگه کسایی که می بودن کل از اینها می گفتن ما پیرو کتاب و سنت هستیم کلشان به نام اهل سنت و جماعت بود در مقابل اهل سنت اونجا اهل بدعت بود کسایی که اونها به بدعت ها مبتلا بودن اونها را اهل بدعت می گفتن اهل سنت که نمی که پیروی از قرآن و سنت می بدن. و اگر در بینشان کدام اجتهاد می بود می خلاص من این قسم اجتهاد کردم شما این قسم اجتهاد کردین تو هم مسلمان هستیم مؤمن هستیم من تو را دوست دارم من تا مطابق اجتهاد خود عمل میکنم تو مطابق اجتهاد خود عمل کن اردوی ما برادر مسلمان هستیم این نمال مؤمن بعد چی شدن؟ که حتی فروعات اجتهادی حالا اگر یک نفر شافی باشه او دیگه مالکی باشه او دیگه حنفی باشه یکی دیگه خدا چی میگن تکفیر میکنن میگه تو کافر هستی تو رفع الیدین میکنی کافر هستی و میگه تو که نمیکنی کافر هستی و میگه تو دست سر سینه ماندی کافر هستی و میگه تو نماندی عین ای الله متعال میگه این قسم تفرقه ها رو ایجاد نکنین با سر سینه و زیر ناف کس کافر مسلمان نمیشه ای عقیده اسلامی نیست ای اجتهادات است یک نفر میگه که حدیث که در اینجا است ای صحیح است ما به این عمل میکنیم بارک الله فیک عمل بکن او دیگه میگه که نه زیر ناف وارد دست اینجا اجتهاد ما هست خب خلاص پیش تو حاصل شد که اینی حدیث هر کس که پیش قنات حاصل شد که اینی حدیث صحیح است و او عمل کرد الله برش اجر میده لکن اینا میگیرن اینمی زیر ناف سر سینه را از یک فرقه جور میکنن دو فرقه باز مسلمانان در کله یکی دیگه خود میدن اردوی از اینا را الله خوش نداره الله میگن وقتی که اختلاف کردین بین به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کس که حدیث آیت قرآن داشت و حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت خلاص اون رو تسلیم میشه میم خلاص کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اما یکی ما اوت میگم تو اتو میگی اگر گپ من را قبول کردی مسلمان هستی اگر مخالف نظر ما کردی کافر هستی الله متعال میگه و نباشین کل الذين مانند کسانی که تفرقه کردن از اهل کتاب یهود و نصارا سابقه تفرقه کردن و اختلاف و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات بعد از اینکه برشان پیغمبر آمد کتاب آمد سنت پیغمبرشان بودن اینا ای اختلافات کردن و اولایک و اولایک لهم عذاب عظیم بر عذاب بزرگ است اگر شما هم عین کار کردین برای شما هم عذاب بسیار بزرگ است در کدام روز ای عذاب بزرگ الله برتان میته یوم در روز که باز معلوم میشه چه قسم معلوم میشه که طبیعت دو وجوه کسانی که حقیقتا پیرو قرآن و سنت هستند کسانی که به قرآن ارزش میتن و به احادیث رسول الله صلی الله و وسلم ارزش میتن باز چهره های از اینا سفید میباشه از خوشحالی رسول الله علیه و سلام در روز قیامت را دا داغوش خود میگیره که تو حقیقتا امت ما بودی تو احادیث ما پیش تو بسیار ارزش داشت سنت ما پیش تو بسیار ارزش داشت وقتی که کسی برات یک حدیث را مرا میخوان فوراً به او عمل میکردی در این روز است که اینی مردما روحایشان از خوشحالی ولو که سیاپوست باشه ولو که افریقایی باشه ولو که چهرهش تاریک باشه لکن بعضی اوقات است که انسان بسیار خوشحال شوه امیروش جلایش و نور پیدا میکنه طبیعت دو وجوه روشن میشه روحایشان و روح بعضی کسای دیگر رو ببینید که در دنیا خوب سفید پوست از سرخ پوست از مقبول است لکن در روز آخرت ببینید که روش سیاه هست به خاطر چی روش سیاه شدن به خاطر گمراهی و بیدینی و یوم طبیعت دو وجوه و تسود و سیاه میشوند وجوه روحا ف اما پس اما کسانی که اسود در هم چرا روحایشان سیاه شد میگه اکفرتم بعد ایمانکم الله تعالی در یک مسلمان خلق کرده بود در خانه دیندار خلق کرده بود قرآن بر گذاشته بود سنت پیشروید بود تو کل زیر فراموش کردی به این کافر شدی اکفرتم بعد ایمانکم بعضی کسا به خاطر بدبینی به احادیث رسول الله کافر میشن بسیاری کساس قرآن بدشان می کافر میشن یکی از نواقص ایمان بد دیدن قرآن و سنت است یا کسی قرآن بد میبینه کافر میشه بعضی کسا سنت پیغمبر بدش میایه به خاطر این بدی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا کافر میشه می آیات قرآن کی رو بیان میکنم میگه اکفر تو ما یا کافر شدین بعد ایمان بعد از ایمانتون فذوق العذاب پس بچشین عذاب را به ما کنتم تکفرون به سبب آنچه که شما کافر میشدین و اما الذين ابيضت وجوههم اما کسانی که ابيضت سفید شد روجوهم هم روحا شنامت روشن است نورانی هستند در روز قیامت اینا باز در چی حالت می باشن؟ ففی رحمت الله اینا در رحمت الله می باشند هم ایشان فی رحمت الله چی می باشند خالدون برای همیشه می باشن. تلک آیات الله اینی هست آیات الله نتلوها که ما ایر تلاوت میکنیم علیک بالای تو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما الله ونیس الله که یریدو که اراده کرده باش ظلما للعالمین یعنی الله چنین نیست اراده نکرده که سر کس ظلم بکنه د اراده الله ظلم نیست الله در ارادها چی است عدالت است ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ده ای آیت قرآن رد شرک در تصرف است بعضی کسا میگن که مثلا آسمان را فلانی نگاه میکنه کابل را فلانی نگاه میکنه مزار را فلانی نگاه میکنه گلدره را فلانی نفر نگاه میکنه شکردره را فلانی نگاه میکنه نه برادر ای اعتقادات شرک در تصرف مخلوق چیز را نگاه کرده و حفظ کرده نمیتونه ولی و خاص برای الله است تصرف ما آنچه که فی السماوات در آسمان ها هست و ما فی الارض و آنچه در زمین است و الی الله و بسوی الله متعال ترجع و رجوع کرده می شود الامور و تمامی کارها یعنی تمام چیزها به طرف الله رجوع می شود. باز الله متعال امت رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه می که شما بهترین امت هستیم و مردم شما خو بهترین امت هستین اختلاف نکنین تفرقه نکنین خدا مثل یهود و نصارا و مشرکین نسازین بهترین امت هستین وظیفه تا نبشناسین. اگر اینی کارا رو کردین شما بهترین امت هستین اگر نکردین باز شما هم در روز قیامت روی تان سیاه میشه در صف یهود و نصارا و مشرکین و کفار قرار میگیرین خب آل ما میخواییم که بهترین امت باشیم یا هستیم بهترین امت در علم الله متعال الله متعال بهترین امت در علم خود یعنی کنتم بودید فی علم الله او فی الكتب السماویت وصف یا در کتابای آسمانی وصف شما بود چی بود؟ که یک امت میاین که یا خیر امت هستن بهترین امت چی وظیفه دارن؟ یا بر خاطر نفس خود میگن اخرجت للناس یا بیرون شدن برای چی؟ برای خدمتگاری بر مردم که توحیده وحدانیت و رسالت بر مردم می رسانند تأمرون امر می اخرجت خارج شدن لناس بر مردم تأمرون که امر میکنن، بالمعروف من نیکیها و تنحون عن المنکر خود خو اصلاح کردین عقیده خود خو جور کردین بعد از آل از خود خلاص هستین در بین خود اختلاف نمی باشین اینی امت حقیقی است ولی شما باز وظیفه انجام میتونین که تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و منع میکنین از بدی ها در حالی که و تؤمنون بالله در حالی که خودتان یقین دارین به الله آمن بالله و ملائکتی و کتوبی و رسولی قبر پرست نیستین بود پرست نیستین اسپند پرست نیستین درخت پرست نیستین قبر پرست نیستین کلتان موحد یکتا پرست هستین در این حالت دیگرار رو هم دعوت میگن ولو آمنه باز اگر ایمان بیره اهل کتاب اگر شما باز دعوت کردین اهل کتاب و اونا هم ایمان بیارن لکان خیر الله هم باز اینا برشان بسیار خوب می منهم من هم المؤمنون خفه نشین در بین اهل کتاب هم مؤمن ها هستن که اینا وقتی که برشان قرآن و سنت گفته شوه و ایمان میره مثل که ما و شما می بینیم که مثلا در امریکا ایقدر نفر اهل کتاب مسلمان شدن ایقدر کافرها مسلمان شدن در اروپا اینقدر مردم مسلمان شد در ژاپن اینقدر مسلمان شدی که فهمیدین میگه و من هم المؤمن بعضی از اینا, اینا هم مؤمن هستند و اکثر هم الفاسقون لکن به یاد داشته باشین که در زیر تاثیر اکثریتشان نرین چون آل بازغربی ها میگه ما اکثریت قبول داریم و اکثریتشان دموکرات هستن اکثرشان سکولر هستن اکثرشان فاسق هستن که از اطاعت الله بر خب آیا کافرها وقتی کافر میشن بر ما ضرر رسانده میتن؟ الله مطال میگه اگر شما مؤمن واقعی باشین اونا بر شما ضرر رسانده نمیتونن لن یضروکم هرگز ضرر بر شما رسانده نمیتونن ای کافرا الا مگر اذن یک اذیت کوچک زبانی آل کافر زورش نمیرسه که مسلمانا را کاملا نابود بکنم. اگر شما مسلمان های واقعی باشین بر شما ضرر رسانده نمیتونه قرآن الله حفظ میکنه شما را هم الله متعال حفظ میکنه و مقام عالی میتن لیکن اذیت های کوچکی که از طریق رسانه ها توهین میکنن تحقیر میکنن شما تروریست هستین شما فاندامنتالیست هستین شما اکستریمیست هستین افراطی هستین چطور هستین این اصطلاحات میگن سر از این رای نزنین این ها این اصطلاحات از اینا تمام روز است یتیم بگه قسیلی خورده که رئیس لیگکا هیچ رای نمیزنه این تومت های ناقی و گپای دروغ سر شما تومت میکنن لکن متاثر نشین لا یضرکم بر شما ضرر رسانده نمیتونن دنیایتون خراب کردن نمیتونن اخرتتون خراب کردن نمیتونن حتی اگر شهید هم شوین مقام بسیار عالی میتانن. داشته باشین و این یقاتلوکم و اگر با امرای شما قتال یا جنگ بکنن یوالوکم الادبار چند وقت جنگ میکنن شیرک شیرک هستن دیگه روز خودشان میگروزن فرار میکنن چیغ زدن میرن ببرن ثم لا سالون باز بر از نصرت و کمک نمیشن چرا اینا این قسم هستن به خاطر ازی اینا ای حالت دارن مردمای کافر که الله متعال اینا را در دنیا و آخرت ذلت برشان نصیب کرده الله مطال میگه که دور بعد زده شده علیهم بالایشان از ذلت و ذلت عین ما هر جایی که یاف شوند و گرفته شند در هر جایی که ببینید الله اینا را زلیل ساخته قانونشان قانون زلیلانه فلمایشان را سعی کنید ببینید چقدر اینا زلیل هستند چقدر به حیا هستند چقدر قاتل و جانی و دشمن انسانیت هستند، هر جایی که گرفته شدن الا به حبل من الله مگر با بازگشت و پیوند حاصل کنند از جانب الله یعنی به شرطی که به الله ایمان بیاورند و حبل من الناس و یا هم و چی با این که مردم بالا از او اعتماد کنند، باز اینا با منافقت زندگی کنند. منافقایش یک همه که آرامش پیدا میکنن به خاطر منافقت خود لکن الله رسوایشان میکنن و با او به غضب من الله و اینا برگشتن به غضب از جانب الله و دور بعد و زده شد علیهم بالایشان المسکنت و مسکین و خواری مسکین و خواری این نیست که آدم پیسه نداشته باشه یک نفر رو کنی کنیم مسکین و از که موتر داشته باشه آرامش نداشته باشه خانه لوکس داشته باشه آرامش نداشته باشه شما سعی کردین که یک نفر بسیار یک آمریکایی بود گفت من چند میلیون دلار داشتم 5 میلیون دلار سرمایه داشتم با وجود از اینکه گفت من 5 میلیون دلار سرمایه داشتم لکن من احساس راحت نداشتم آرامش نداشتم پرسان شیخ چه وقت آرامش پیدا کردی؟ گفت روزی که گفتم که لا اله الا الله محمد رسول مسلمان شد اما روزی که مسلمان شدم باز او وقت برای ما چی شد؟ برای ما آرامش پیدا شد آلی کفار چرا مثلا در جهان دیگه میرن چی میکنن؟ جنگ میپردن در افغانستان جنگ میپردن در ایراق جنگ میپردن در سوریه جنگ میپردن چرا؟ آخر که پرسانش کنیم میگم ما میخواییم که پیسای از یارا، سرمایه از یاره امی معادن از یارا بگیریم قلبا فقیر و در بدر هستن بعضی کسات فقری نمی فقری نیست که تو پیسه نداشته باشی یک نفر در پدجه بشه الله براش استغنا داد هیچ گدایی نمیکنه یک نفر رو که میلیون ها میلیون پیسه داره هنوزم ببینه گدایی گری میکنه الله متعال میگه که و چی شد و با او به غضب من الله امی یهودیای های اهل کتاب شما سیل کنین اینا غضب الله سر از نازل شده نصرانیارو ها رو سهل کنین و دربت علیهم المسکنه و بالای از زده شدن مسکینی قلبا مسکین هستن ذالک بی هم کانو بخاطر که اینا کانو بودن یک فرون بی آیات الله کافر می شدن با آیات الله و یقتلون طلون الانبیاء امی غیر حق و به قتل می رساندن پیغمبر ها را بدون حق ناحق اچ حق نداشتن کنها بکشن لکن اینا اونا رو میکشن کشن ذالک ای کل بدبختی ها به ما به خاطر چی است که نافرمانی از حکم الله کردن و کان یعتدون کسایی بودن که تجاوز میکردن در حدود و حقوق الله دیگه مسئله ای است که شما یهود و نصارا را کلش یک قسم سهل نکنین که باز بگوین که نه والا چطور است الله متعال میگه نه همیشه در گپایتان عادل باشین لیس سوا کل یهود و نصارا کلشان یک قسم نیست من اهل کتاب از اهل کتاب امتون یک يك امت یا یک گروهی هستند بحق قائمتا به حق قائم هستند یتلون تلاوت الله آیات الله را آنا اللیلی ساعات از شب و هم الله سجده میکنن یؤمنون ایمان میآورن بالله به الله و الیوم الاخر و به روز آخرت و یامرون بالمعروف و امر میکنن مردم به نیکی ها و ینحون و منع میکنن عن المنکر از منکرات و یسارعون فی الخیرات و یا در خیرات مثل عبدالله بن سلام ای عالم یهودی بود آمد آجل پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و کلمه شهادت خان اینه یا مثلا سلمان فارسی ای اهل کتاب بود نصرانی بود در عقیده نصرانیت بود راست آمد این سفر کرد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلمان فارسی آمد در جمله صحابه رسول الله صلی الله علیه سلم ایمان آورد و اولئی که من صالحین اینمی کسای که مثل عبدالله ابن سلام هستن و یا مثل سلمان فارسی هستن اولئك من الصالحين انا از جمله صالحان هستن. وما و ما من وخ... خير و آن اعمال فلن یک فروه پس اینها چه نمیشن اعمالشان کفران نمیش یا اعمال نیکشان از بین نمیرن ایمان قبلیشان هم الله برشان اجر میتن ایمان فعلیشان به ای پیغمبر هم الله برشان اجر میتن والله علیم بالمتقین والله والله متاله علیم بسیار باخبر است به با انسانهای که قلبا با تقوا هستن اما در مقابل ازی کسای دیگه شان ان الذين كفروا اما کسایی که کافر شدن لن تغنی هرگز فایده نمیکنه انهم از اموالهم مالهایشان ولا اولادهم و هم اولادهایشان من الله شیعه هیچ چیزه اونا فکر میکنه والا ما مال داریم زیاد اولاد داریم اگر زیاد اولاد و مال داشته باشی الله متعال میگه او نمیتونه که بر تو کدام فایده برسانه و اولائی که اصحاب نار، اینی مردم ها چی هستن و اولای که و همین گروه اصحاب النار اهل دوزخ هستن و میشان فیها در امی دوزخ خالدون بر همیشه میباشه آل کسانی که میگه کافرها خود پل جور میکنن سرک جور میکنن بازمین بسیار کارهای خیریه میکنن مؤسسات خیریه جور میکنن الله متعال میگه که مثلا ما ینفقون آن چیزی که نفقه میکنن این مردمای های بیدین فی هاد الحیات دنیا در زندگی دنیا که مثل ریح مانند یک باد است فی ها سرون که در بین از توفان بسیار شدید است اصابت حرث قوم ای باد با امرای توفان بیاید اما تا آتش هم هست در بین زمین طوفان ای بیاید امی یک باغ بسیار کلان داره ای کافر در باغ از این سبه می آتش بیاید اینال کل از این چی میکنه؟ کلش نابود میکنه چی نسل درخت هایش چیز میکنه امی شمال و باد و طوفان نصف دیگه شما آتش در میتی از بین میبرم اصابت که برسه به حرز قوم اعمال از اینا مثل این می است که سر از او آتش میه. آتش کفر تمام حاصلات از اینا را خیر از اینا را از بین میبره هر قوم که جزار قومی را که ظلم انفسه هم که ظلم کردن بالای نفس هم بالای نفس هایشان ف و پس او را کرد و ما ظلمهم الله میگه و ما ظلمهم الله الله, الله مطالب بالای زنا ظلم نکرد ولكن 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 انفسهم يظلمون ولكن, ولكن اینا بالای نفس های خود خودشان ظلم کردن خودم مستحق عذاب کردن آل شما مسلمان ها بعضی مسلمان ها اگر ما بعضی مسلمان ها رو باز ببینید که کافر ها دوستی میکنن بازوره خوب امراض خود میگیره که از میشینه که از او قسم میکنن مشاور میسازه بر خود کافره الله مطال میگه اگر تو مسلمان هستی کارا نکو اما اگر تو به زبان میگی من مسلمان هستم کارا رو میکنی تو دروغ میگی یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان شما خود مؤمن میگیرین مسلمان میگیرین باز میگن که ما دوستی با الله داریم دوستی با دوست الله داریم دشمنی با دشمن الله داریم وقتی که شما خود مؤمن میگیرین لا تتخذوا پس نگیرید تن دوست همراز بطانه در زبان عربی چی میگه عمو لباس که در بدن انسان چسبیده باشه و بطانیه در زبان عربی چی میگه لیا کم کمپل میگم که کمپل سرت میپره کل تا میپوشونه میگه او تو دوست نگیرین که کل رازها و کل اسرار تو در موزه کمپل برازو معلوم باشه متوجه هستن؟ یعنی او را بسیار نزدیک و دوستان نگیرین اه؟ اینال شما اونا رو بسیار به خود دوستایتان نگیرین من دونیکم کن بغیر از خودتان غیر از مسلمان ها وقتی که فهمیدی کافر است مشرک است منافق است مبتلا است از او دوری بکن لا یعلونکم خبال ای کفار و منافقین و مشرکین و مرتدین اینا برای شما کوتاهی نمیکنن در ضرر رسانی خبال چی میگه خبال ضرر و شر میگم و دو آرزوشان چی است معانه تو معانات شما معانات چی میگه سخت در سختی انداختن شما میخوان که شما را هر روز در سختی ها پرته هر روز در خانه در وطن جنگ باشه بدبختی باشه مسلمان ها یکی در کلی دیگه بزنن ای کلش برنامه است که کفار ای آرزو میکنن قد بدت من افواهم شما خب بی نیستین اگر قلبتان قلب مسلمان است چشمتان چشم مسلمان است درک میکنین شما سعی کنین که آشکارا هست قد بدت که آشکار شده البغدا و دشمنیشان من افواهم از زبان خود دشمنی خدا بیان میکنن چه قسم دشمنی خدا بیان میکنن کارتون های پیغمبر رو سر یک کس توهین پیغمبر کنن یک کارتون شجور کنن برای از ده هزار دلار چی میتن بخشش میتن و میگن هر کس که پیغمبر را بد گفت قرآن را بد گفت اسلام را بد گفت باز او را چی میکنن او را آشکارا ویزا میتن پاسپورت میتن حتی بسیاری کافرای که در بین مسلمان ها کافر میشن نه همین مرتدایی که در بین مسلمان ها بعضی مرتد میشن باز اون را به خاطر مرتد شدنش چی میکنن ویزا میتن شه باز میگه آ فلانی مرتد چه شد وقت اون پذیرفته شد در غرب عین میگه سعی کنن که امی دشمنی از اینا از زبان هایشان معلوم میشه از تلویزیون هایشان سعی کنن چقدر مسلمان ها را بد میگن از رادیوهایشان معلوم میشه از تبلیغاتشان معلوم میشه از گپ زدنشان که بشینی میبینیم که مسلمان ها را مسلمان ها را تروریست بگو مسلمان را مثلا بنیادگرا بگو دهشتگر بگو شما مثلا اهل فلانی هستین، این افراطی از این چی هستین این ما شما که میگه قرآن میخوریم میگه قرآن و سنت میخوریم وقت کل ما را در لیست چی میگیره افراطی اگه کل ما بخریم در رقص بکنیم باز میگره. او بسیار مسلمان وسط مسلمان وسط چی رقاصه اه؟ اه؟ باز هر کس که زن خود و آورد رخصان باز خوب وسط مسلمان است اگر نه که قرآن خانی سنت خانه اینه میگه شما یا افرادی سو الله سیکن از برای یا <تصفح> الله یا الله آه. قد بذت البغضاء و یقینا که آشکار شده است البغضاء و امو بغض و عداوت دشمنیشان من افواهیم از دهانهایشان شما سعی کنید رسانه هایشان هست زبان هست هایشان کتاب عقل داریم بعضی کساس که میگه مسلمان خدا میگه و اونم مسلمان است که بیدین از کافر وارست لهم قلوب لا یفقهون بها خب مشنوه که دشمن اسلام چی برنامه داره هیچ نمیفهمه بچش میبینه که دشمن اسلام قرآن در داد سر پیغمبر توهین کرد بازم میگن بسیار خوب مردم هستن الا لعنت الله علی الظالمین اینا الله متعال میگه که قد بدت و اینا امی دشمنیشان آشکار شده هست من افواهیم از دهانهایشان و ما تخفی صدورهم اکبر و آنچه را که قلبهایشان میپوشانه در سینه است او رو خانوز بر شما و برنامه های داخلی خود برتان نمیگن او میگه اکبرو، بزرگتر است سبحان الله سه که قرآن از کل را بر مسلمان ها میگن که مسلمان ها قرآن میخاندن. قد بیان الله متعال میگه یقینا که ما با عظمت ما بیان کردیم لکن بر شما ال آیات نشانه ها و علامات را این کنتم تو اگر شما از عقلتان کار میگیرین الله برتان عقل داده اگر عاقل هستین بشناسین دشمن هایتانم ها انتم ها اولای بیبی، دیگه مشکل شما چی هست که شما بدبختی میکنین میگین که ما اونا را دوست داریم ها انتم آ اینک شما آگاه باشین که شما اولای او گروه های هستین که تو حبونه هم شما دوست میداشته باشین کافرها را لیکن ولا که شما را دوست ندارن هرقدر شما دوستی بکنین اونا باز که شیشتر میگه این لوده مردم است داره که دوست خود میگیره تو یک غلام آدم هستی من تره به غلامی خود استفاده میکنم شما او رو دوستی میگن که بسیار دیگه میرید و مؤسسه ایش هم برش خوب همه تو پالش میتی و بسیار خدا آماده میکنی خدا برش خوب کپ میکنی میگه رفته با ملاقات جورد بوش رفته بودم به ملاقات مثلا ترامپ اونا چی از رو محبت میکنی؟ والا یحبونک منا ابدا شما را دوست نمیداشه باشه وتؤمنون بالكتاب كله دراليك شما با تمام کتاب ایمان دارین اگر با تمام کتاب ایمان دارین پس آیات رو که الله شما را منع کرده از دوستی و محبت کفار و اذا لق و اذا لقو مناق وقتی که امرای شما ملاقات میکنه روبرو میشن قالو میگوین که آمنا ما هم ایمان آوردیم و اذا خلوا و وقتی که اونها به خلوت تنها بین خود علیکم الانامل عبد به دندان میگیرن علیکم بالا شما الانامل یگانه که بسیار قار شد از بسیار قار میتن دانه ای که اخ کنم این میگه عبد به دندان میگیرن علیکم بالا شما الانامل امی سر های خود را من الغیظ از چی؟ از فرد غضبی که بالای مسلمان ها دارن قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلام به می اهل کتاب و می یهود و نصارا و مشرکین و دموکرات های کسایی که مخالف قرآن و سنت هستن بگو که بمرین قل بگو برشان که موت بمرین به کن به می حسادت و تعصب و تکبرتان ان الله علیم بذات الصدور یقینا که الله بسیار عالم است آنچه که در قلب ایتان س که آیا شما واقعا به الله به کتاب الله و سنت رسولالله ایمان دارین دیگه صفت کفار چی هست؟ یه اهل کتاب یهود و نصارا ما مسلمان ها بشنوین ببینین از قرآن نگه پای الله هست میگه ما براتان میگم الله متعال بفهمین که کفار این تو مردم است. این تمسست کم حسنتون اگر برسد بر شما حسنتون یک نیکی یک پیشرفت بکنین یک چیز را اخترا بکنین و بفهمه که این مسلمان ها فلانی منطقه نظام اسلامی را جور کردن تاسو هم بسیار جگرخون خون میشه بسیار خفه میشن که الله مسلمان های قدر پیشرفت رفت کرد مسلمان قدر علم و دانش حاصل کرد خفه میشن و این تو سیف کم سیعتون اگر گانجایی که اگر شما کدام شکست بر شما برسه کدام بدی بر شما برسه کدام اشتباه پر شما رخ بته یفراخ و بسیار خوشحال میشن به با او و این رو اگر شما صبر کنین در آنچه که الله بر شما حکم کرده و تتقو و وقایه کنید خود را از عذاب الهی و خدا وقایه کنین از دوستی کفار لارم یدهم شیئهیچ رر بر شما رسانده نمیتن کیدهم دسیسههاشان شیئاهیچ چیز ن اللهبما یعملون میطان الله یقینا ک الله, الله, الله متال بما به آنچه که یعملون عمل میکنن منا میطالله اح... تمام از انار احاطه کره تمام برنامههاشان چستا تمام برنامهایشانه الله متعال میفهمم آل دی بعدی الله متعال بیان میکنه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم خریته استراتیژیک جنگی را صوبکی آماده میکرد برای کی برای صحابه خود که به خاطر جهاد حرکت بکنن الله متعال میگه که و, اید و هنگامی که غداوت در صبحگاهان خارج شدیم من اهل که از خانواده تو با المؤمنین تا آماده بسازی چی کنی المؤمنین مؤمنان را مقاعده به پایگاه های نظامیشان به خریطه جنگیشان یا مکان استراتژیکشان برای جهاد للقتال برای جهاد قتال جهاد مسلح با امرای دشمن های اسلام والله والله متعال سمیعون بسیار شنواس علیمون بسیار عالم و بسیار باخبر است اذ هم در اینجا چی شد؟ وقتی که مسلمان ها حرکت کردن به طرف خود در بین مجاهدین مسلمان ها بعض اوقات منافق ها داخل میشه اگر کدام وقت منافق الله رسوا میکنه که فلانی مجاهد بود آلکت خارجی و امریکایی دوز شدن تو خفه نشو خاطر چی؟ خاطر که در بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سی سیصد منافق جای گرفته بودن چند؟ سیصد یا به احد بر وقتی که به احد بر اینجا خیا کوشش میکردن هر چی میکردن در اصل ابی ابن سلول بود رئیس منافقه خوب دمی نیم را که رسیدن یک دفعه ابی ابن سلول گفت که ما شما نمیریم ما نظر داشتیم که باید جنگ در مدینه بکنیم شما برامدین در یه احاد ما نمیریم کردتان الله متعال سی ست نفر را رسوا کرد حتی بعضی از مسلمان ها چی شدن؟ بنو سلمه و بنو حارسه وقتی که تبلیغات منافقه را شنیدن اینا هم متاثر شدن الله مطال میگه متاثر نشین فلان نفر مجاهد بود خیلی او چطو کرده؟ خب منافق بود خب منافق بود او ابن سلول بود خب زده بود خود در بین صف الله رسوایش کرد اذ همت وقتی که تصمیم گرفت طائفتان دو طایفه از شما که متاثر شده بودن به پای امی منافقا او دو طایفه کی بودن؟ بنو سلمه و بنو حارسه بودن یکیش از عوض بود یکیش از خزرج بودند. اینا مسلمان های مدینه بودن اینا فکر کردن که این منافقا چی میشه یا هم آمدن دیگه وی پیمان با جهاد نریم یا خو این تو میگن اذ همت وقتی که تصمیم گرفت یا همت ورزید، طایفتان دو طایفه از بنو سلمه و بنو حارثه منکم از جمله شما ان شلا که سست و ناکام شون والله ولیهم لكن الله میفهمید که اینا دوست دوست از الله بود الله که اینا منافق نیستن كذا تا... پس الله متعال ده قلب از رو دوباره پس اینا رو به راه درست هدایت والله و علی و الله ولی دو سرزمینا بودن اینا پس دوباره به رفتن و الله و الله توکل فلی توکل بو توکل مسلمان ها ولقد نصرکم الله ببدر الله مطالب میگه ولقد و یقینا الله لا قد داخل شد و بعضی میگه به معنای قسم است مفسرین علما میگن یعنی میگه الله متعال قسم یاد کرد که یقینا که الله متعال نصرکم کمک کرد شما را به بدر در در غزوه بدر و انتم در حالی که شما عذلت بسیار ضعیف بودین 313 نفر مجاهد بودین امکانات استراتژیکتان بسیار کم بود امکانات خریطه های جنگی تان و امکانات مثلا لجستیکی تان سلاح تان کل کم بود لاکن الله متعال نصرت کرد تنها کامیابی خو به سلام و مهمات نیست درست کس که کس سلام و مهمات گرفتین لاکن اصلا نصرت قوی از جانب الله هست که وقتی کسی با الله باشه باز الله لشکرهای دیگی داره به غیر از انسانها بازو لشکر خود در بین شما روان میکنه لقد نصرکم الله به بدر و انتم و در حالی که شما اذلتون بسیار ضعیف بودین تعدادتان کم بود امکاناتتان کم بود لوجستیکتان کم بود فتاق الله پس بترسین از الله لعلکم تشکرون شاید که شما شکر بکنین حال کمک الله چه قسم آمد لشکر الهی چه قسم آمد اذا انگامی که تقول میگی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم للمؤمن برای مؤمنان رسول الله صم خیز برای مؤمنان گفت که چی گفت رسول الله صم دمی غزوه بدر گفت الان یک فیکم مسلمان آمدن گفتن یا رسول الله تعداد بسیار زیاد است رسول الله صلی الله علیه و استغاثه کرد استغاثه چی را میگن عبادت است دعا هست رسول الله میگه آن قدر گریه کرد و زاری کرد بر بر الله که اتامی قدیفش از سر شانش میگه پایان افتاده بود بعد از الله برش مدد و خدا اعلان کرد که تنها لشکر نیست که 313 سز نفر است و ما یعلم جنود ربک الا هو لشکر الله را نمیشناسه مگر خود الله میفهمه آل رسول الله صلی گفت بخی برشان خبر بده رسول الله صلی گفت که الان یک فیکم آیا کافی نیست برای شما او مردم ایومد دکم ای که مدد برسانه شما را کی ربکم بکن پروردگارتان به ثلاثت آلاف من الملائکه ای کافراخی یک هزار هستن ملائکه الله سی هزار ملائکه بر شما می اگر یک ملائکه که بیاین یک ملکه که روان کنم ملائکه راست خواهم همین س... ما و شما در مقابل ملکه مثل مرچه واره هستیم حالا اگه پیش توی تو یک خانه مرچه باشه تا یک دانه خشته بگیریم. فرق خانه مرچه بزنین کل مرچه ها را از بین میبرین اینم یک دانه کو به پیش ملکه مثل یک دانه خشت واره هست. یعنی یک کوره که بگیرند، نمی فرق از این مردم بزنه تک کش میگن. لکن چون مردم زیاتر خوش دارن عدد الله متعال برشان سه هزار ملائکه رو برتان روان میکنم به ثلاثت من الملائکه این رسول الله صلی گفت بس است که سه هزار ملائکه نازل شوه و دا پولیتون استاد شوه صحابه بسیار خوشحال شدن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله داشت و ام رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داشت و با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کسای دشمنی میکنن که دشمن الله و دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم ایتیاد کنین که در قسمت اصحاب رسول الله بدگویی نکنه بله بله آل الله مطال برشان چی میگه بله بله اگر این تصویر و اگر شما صبر بکنین و تتقو و تقوا بکنین و یا اتوکم و بیاین مشرکان به طرف شما من فورهم و بسیار شتاب شتاب تیز بین ها هذا در این حالت یوم کم رب بکم آل الله گفت که نیست سی هزار چی؟ پنج هزار رو بر تان روان میگرم یومدید کم رب بکم به خمسط آلافین با پنج هزار من الملائکتی از ملائکه هایی که مصویمین نشانه هایشان معلوم از بعضی ها میگن ملائکه در غزبه بدر که آمدن لنگی های خاص خاص داشتن بستار داشتن آل که بسیاری کسان اگر لنگی نپوشد چطور نپوشد با میدید؟ این لنگی ها دیگم چهره چیره های ملائکه بود بازی ها میامدن مشناختن که اوه اوه ماشاءالله چهره های خاص مصممین چی مانه؟ یعنی نشان نشانه های خاص و ما جعله الله چرا الله متعال این 5000 ملائکه روان کرد میگه و ما جعله الله و نگردان فرستادن همین 5000 ملائکه را الله متعال الا مگر بشرا بشارت مجده خوشخبری لکم برای شما و دیگه به خاطر چی ولی تطمئن قلوبکم تا که قلبایتان خوب اطمینان داشته باشه که ما غالب میشیم سر از کافرها در جنگ یعنی در جنگ است اما انگیزه روانی بسیار مهم است که وقتی انسان ایمان داشت یک نفر مؤمن در مقابل هزار کافر استاد میشه از این خاطر اطمینان قلبی هست با ایمان و من نصر و نیست نصرت و کامیابی الا من عند الله شما کامیابی را از خود ندانید نصرت از جانب کی است از جانب الله هست که او هر کس را کمک بکنه او را الله کامیاب میسازد و شما مسلمان ها وقت ناکام میشین که شما از الله دور شوید وقتی که مسلمان از الله دور شد خود به خود شکست میخوره چرا الله باز نصرت رو نمیکنه و من نصر و نیس نصرت کامیابی مؤمنان الا مگر من عند الله از جانب الله العزیز الحکیم که توانای غالب است لیقت عطا قطع کند طرفا یک قسمت یا بخش من الذین از کسانی که کفر و کافر شدند او یک بتهم یا امی کافرار را خوار و زلیل بگرداند و یان پس بگردن خائبی ناکام لشکرشان همو تکت تکه و ناکام بگردن لیس لکمین من الامر شیعون ای پیغمبر ای امور دست تو نیست او یا توب علیهم یا ای که تو مثلا اونا, اونا چی کنی؟ یا توبی از اونا را قبول بکنی او یا عذب هم یا عذاب بکنی فا این پس که ایشان ظالم ها هستن آلی کسایی که از جهاد گشتن یا فرار کردن یا کسایی که بودن الله متعال میگه کل چیز به دست الله هست و الله متعال اینا را جزایشان دوزخ همه چیز الله برای چی کرده؟ آماده کرده آله رد شرک در تصرف ولله و خاص برای الله هست حاکمیت حفظ حاکمیت تصرف نگه داشتن ما آنچه که فی السماواتی در آسمان ها هست یعنی اگر اولاد تو از او سور الله نگاه میکنه شرک در تصرف الله نبیر او را مورا نگاه کده نمیتونه که در گردنش میپرتی او طفل تو را مثلا نگاه کده نمیتونه که تو اسپان بکنی او را مثلا سنگ نگاه کرده نمیتونه تار نگاه کده نمیتونه قبر و مرده و بوت گپا نگاه کرده نمیتونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مالکیت و تصرف ما آنچه که فی السماوات در آسمانها ها هست خاص بر الله هست و ما فی الارد و آن مخلوقاتی که در زمین هستند مالک متصرف و حافظ و نگهبان همه از اینا اللهستیغفر لمن یشا ویذب من یشایغفر میبخشد لمن یشاءو هر کسیرا که خواسته باشه و یعذب و عذاب میکنه اللهم تال من هر کسیرا که یشاء بخواهه والله واللهو اللهمتالفوررحیم غفور, غفور بسیار مغفرتکننده گناهها هست از ی خاطر وقتی گناه کردین متاثر نشین پس توبه بکنین دروازه توبه و رحمت الله برایتان باز است رحیمون در پالوی مغفرتی خود رحمت الله هم به امرویتان منتظر شما هست الله شما را رحمت می فرستادم یا ایوها الذین آمنو لا الربا اضعافا مضاعفا آل دیگه حکم الله می در مورد سود است که ای مسلمان ها کافرا که است اقتصاد کفر بر سود است اقتصادای کفری بر چی است؟ اساس اقتصاد کپیتالیستی چی است؟ بانک های سودی است، سودخوری هست شما مسلمان ها اگر نظام الله را تطبیق میکنین از سود دوری بکنین یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان لا تأکل ربا نخورین سود را اضعاف مضاعفه چند برابر کی مثلا سود میگیرن واتقوا الله و بترسید از الله لعلكم تفلحون شاید که شما کامیاب شوین واتقوا النار التي عدت للكافرين واتقوا بترسید النار از آتشی التي او آتشی عدت للكافرين خاص بر کافرها او مسلمانها ها اینج لام لام چی هست تخصیص آتش دوزخ خاص است بس پس مسلمان چرا میره خود شما خودتان کار کافرها را میکنین سود میخورن مثل کافر رشوات میخورین مثل کافر شراب میخورین مثل کافر شما هم مستحق از میشین اما با شما دائمی نمیمانین چرا که او خاص برای کافر هست دوامش برای کافره هست موقتش برای مسلمان هست و الله و رسول از قرآن سنت یعنی از الله و رسولش اطاعت بکنین از الله و کتاب الله اطاعت میشه از رسول الله صلی الله علیه و با سنت رسول الله صلی الله از صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داود نسائی ابن ماجه اینی مسند احمد ابن احمد مسند احمد ابن،, ابن حنبل و دیگه کتاب ها که اصلا شما این کتاب ها را که احادیث صحیحه باشده ایش خوب استنباد بکنین خوب دقیق ببین کلاما کدام احادیث احادیث صحیحه گفتن از او اطاعت بکنین اگر اطاعت از احادیث صحیحه را عمل کردین شما اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم لا لعلکم اگر اینی کار کردین شاید که بالای شما رحمت الله نازل شه یعنی رحمت الله با تطبیق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میشن. و ساری و سرعت بگیرین عجله کنین الا به مغفرتی که من رب از جانب پروردگارتان است یعنی کارای خیره به فردا و پس فردا نپردین سرعت بگیرین آجل شریعت الله را تطبیق بالایتان بکنین اگر گناه کردی آجل توا بکن اگر تا دیروز در درس ترجمه نبودی آجل امروز قرآن شریف پیش رید بان و شروع کن و بخوان من رب و جنت و خودم مستحق جنت الله بساز چرا؟ فردا برد معلوم نیست تو سبا و دیگه می میکنی آیا سبا زنده هستی و جنت و به جنت که عرضها تو عرض از جنت میگه گسترده هست که به اندازه آسمان ها و زمین امی قدر فاصله آسمان ها و زمین سعی که جنت الله اینمی قدر بزرگ است و الارد به اندازه زمین این اعدت اینمی اینی جنت برای کی آماده شده للمتقین برای متقیان کسایی که پر ایزگاران هستند متقین کدام مردم هستن الله مطال معرفیشان میکنه. متقین الذین کسانی هستند که ینفقو مصرف میکنند در راه الله مطابق شریعت الله به خاطر تقویت دین الله چه وقت مصرف میکنند فی رای در حالت خوشی در حالت خوشی هم اگر یک روپی خودم مصرف میکنه به خاطر امر الله مصرف میکنه و در و در وقت حالت مشکلی مشکلات و سختی ها هم مال خدا به خاطر دین الله مصرف میکنه به خاطر نفس و قوم پرستی و زبان پرستی و غرور و رواج است و ما مش می میداری داریم می دیگه صفت مسلمان ها چی است والکاظمین الغیث مسلمان ها کظم به معنای فروخوردن است یعنی قرد کردن و تیر کردن چی از غیظ خشم و غضب است در وقت بسیاری کسا در وقت خشم غذب غضب کفر میگه دین الله یادش میره در اون وقتی که تو جگر خون بودی الله را به یاد داشته باشی باید خشم و تا بخوری عافین عن الناس و عفا میکنن از مردم والله الله متعال یحب المحسن محسنین دوست دارم والذین دگه صفت مسلمان ها چیز دیگه صفت مسلمان ها است که اذا فعلوا فاحشتا اگر انجام دادن کدام عمل فحش و ناروا را او ظلم و انفوس هم یا ظلم کردن بالای نفس خود به اساس گناه یا معصیت ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم بازی چی میکنن؟ یاد میکنن اللهم تعالی فاستغفروا باز استغفار میکنن لظنوبهم بر گناههایشان ومن یغفر الذنوب ل الله و من یغفرووکه ببخشه مغفرت کنه الظنوب گناها را الا الله بغیراز الله دگر فتشان چه است ولم یصروا و اصرار نمیکنن در گناه گناه بسیار خطرناک است گناه و خطرناک است لیکن از گناه کردم خطرناکتر چی هست؟ اصرار در گناه است که وقتی برشان فرصت داده شود توبه نکنند و از گناه باز هم فهمه که گناه است، با سبا باز گناه میکنند دیگه سبا باز گناه میکنند وقتی فهمیدی که گناهگار شدم ترکش کو دیگه ولم یو سرست صفات متقیان هست انسان متقی اگر از پیشش گناه است، متقی گناه میشه بله گناه میشه لیکن چی میکنن اصرار نمیکنن الا ما فعلوا به آنچه که انجام دادن و هم یعملون در حالی که و هم یعلمون در حالی که اونا میدارن اولایی که آل پاداش از این متقیان چیست اولایی که همین مردما جزا و هم پاداششان مغفرتون مغفرت است من ربهم رب از جانب پروردگارشان یعنی الله متعال گناه های از اونا را میبخشه وقتی گناه هایشان را بخشید چی میکنه و جنات جنت ها را برشان میده. اوت جنت ها و باغ تجری من تحت الانهار که در زیر باغها و قصرهای از او جاری هست الانهار و جوی بارها خالدی خالدین فیها خالدین همیشه خالدی می باشن یعنی جگر خون نمیشن که مازی کنامروز ما را بکشن میگن نه خالدین فیها همیشه می باشن و نعمه و بسیار خوب است عجر و اجر عجر و پاداش کسایی که عمل میکنن بسیار عالی و زیبا هست آل میگه کسایی که گناه کردن در امتهای قبلی نتیجهشان چی بود؟ میگه شما از او عبرت بگیرین سیل کنین که نتیجه تکذیب و گناهی از اونا چی شد؟ قد خلق یقینا به تحقیق گذشته است من قبل کم قبل از شما سنن اون و عادات و رواج های مردمانی که قبل از شما بودن که بیدینی و گمراهی میکردن فسیر فی فل پس سیر بکنین سیر چی قسم میشه که شما برین سفر بکنین و یا کتاب های تاریخ مطالعه بکنین یا حادثات از اونها را در قرآن سنت که بیان شده ایر بیان میکنه شما ببینین فانظرو فسیرو فی الارد پس سیر بکنین حرکت بکنین در زمین الله فانظرو پس ببینین با چشمانتان کیف کان عاقبت المکذبین کمو کسایی که تکذیب میکردن برین سیل کنین که مثلا ترکی چطو تو تکت تک شده برین ببینین که لینن چطو خوار و زلیل شده ببینین که دیگه کافرها چطو مردار شدن در زیر خاک هستن یا خودشان خودشان درشان دادن اون دعا بود پرستاره این شما سعی کنید که عاقبت کلشان چی بود هذا بیان للناس و هدا و موعظه للمتقین میگه اینمی هذا این بیان و بیان و شرح است ناسی بر مردم و هدن و هدایت است و و هدایت است و موعظت و, و, و موعظه هست پند است برای کی للمتقین بر انسان هایی که با تقوا و پریزگار هستند یارا که میخوانند و کل زی عمل میکنند و درس و عبرت میگیرند دگه چی میگه میگه ای مسلمان ها ولا تهینو و احساس اهانت و کوچکی نکنین ولا تحزن و حزن و جگرخون هم نباشین حزین و جگرخون هم نباشین چرا؟ و انتم الاعلا شما بسیار عالی مقام هستین متقیان جنرال های الله هستن و انتم الاعلا شما بسیار عالی رتبه هستین عالی مقام هستین به نزد الله این کنتم مؤمنین اگر واقعا شما مؤمنان حقیقی باشین بعد از این میگه در اینجا یک حادثه دیگه شد که وقتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم زخمی شدن این اصحاب رسول الله هم وقتی که زخمی شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار جگر خون شد صحابه یکی زخمی بدن حتی و استادکایی نماز خواندن نمیتونستان یعنی زخمی بدن اما تو دستشان یا پایشان یا وضعیت بدنشان چی بود سختی بود الله مطال به خاطر آرامش مسلمان ها و به خاطر آرامش قلبی رسول الله صلی الله علیه گفت که ای یمسسکم قرح فقط مسل قوم قرح مثلهم ای یمسسکم اگر برسد بر شما قرح و کدام جراحت یا زخم یعنی شما زخمی شیدین در مقابل کفار وقتی که جهاد کردین شما جگرخون نشین فقط مسل قوم همچنان رسیده از به قوم کافر قرحون جراحت و کشتار بر از اونا هم رسیده مثل هم و مثل از یعنی سختی تنها برای مسلمان ها نیست بلکه کافرها هم زخمی و کشته می وقتی که رسول الله صلی الله علیه و دید بسیار جگر خون شد و تلک الایام الله متعال میگه میگه و تلک الایام و این روز هاست نداولها ما این روز ها را مثل دوله عرد واره که یک دوله پر میشه یک روز خالی میشه یک روز مسلمان ها پیشرفت میکنن یک روز کفار پیشرفت میکنن این میگه حکمت الهی هست گاهی مسلمان ها را نصرت میده گاهی هم در صف از شهدا و زخمی ها می باشه. و تلک الایام و ای روزان و ها و ها را گردش میدیم بین الناس در بین مردم ولی لیعلم الله تا که معلوم کند الله متعال کسان را که آمن و ایمان دارند و یتخذ منکم الشهدا و دیگه شما را این به خاطر است که از بین شما انسان های خوب خوب و لکس لکس برای شهادت برای بارگاه خود اختیار کنند که شهید شوند مقام عالی بزرگ شان در روز آخرت بده والله لا يحب الظالمين الله متعال دوست ندارد ظالمان را و يمحص الله و تا پاک و تسکیه کنه مسلمان کی را الذين را که آمن و ایمان آورده و یم و نابود و محوه بکنه الکافرین کسایی که کافر هستند ام حسبتم آل مسلمان ها را میگه که بعضی مسلمان ها بسیار آرامش طلب هستن همیشه میخوان که هم جنت برن و هم دیگه هیچ سختی رو نبینند هیچ برشان مشکل نیاید دیگه انت قرار مفت کل برن به جنت الله متعال میگه ام حسبت ما یا گمان میکنین ان تدخل الجنه که شما داخل جنت شوین و لما يعلم الله و انوز الله معلوم نکردن کی را الذين که که و جهاد نمودن منکم از شما و يعلم و معلوم تا که معلوم کنه کی را؟ از صابرین صبر کننده ها را باز الله معلوم کنه کی مجاهد حقیقی هست کی دیندار حقیقی است کی دروغگو است

از الله شهادت خواستن الله برشان در احد شهادت نصیب کرد وقتی که شهادت نصیب کرد آل موضوع دیگه موضوع را میگه که بعضی اوقات مسلمان ها در قسمت بعضی اوقات مسلمان ها در شخصیت رسول الله صلی علیه تفرید میکنه انسان مسلمان واقعی که قرآن و سنت میفهمه نه افراد میکنه که پیغمبر از پیغمبری بکشه او را که تو صاحب عرش هستی و نور عرش هستی و عرش تو جور کردی و او ترستی و ترستی این افراتی که مثلا بعضی مردم های نات و بعض مردم ها را دیده باشی که خانده میره که پیغمبر تو عرش میهه و تو فرش میهه و تو یه هی, هی, هی. این تو چیزا را خانده میره این افراتیت هم نکنین و بعضی ها تفرید هستن که در شهن رسول الله صلی اللہ و وسلم مثلا به ادبی میکنن بعضی صفات الله را به پیغمبر میتن این چی هست؟ ای صفات الله را به پیغمبر دادن ای افراد از پیغمبر رو از مقامش بلند بردن ای هم درست نیست رسول در الله هم گفته که لا تطرونی زیاد مرا توصیف نکنین که ما اطرات ابن مریم مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار افراد کردن توصیف زیاد کردن او را گفتن این بچه خدا صلی الله بالله شما این کار نکنید ولیکن قلوب لیکن مردم های متوسط مسلمان باشین بگن که بنده الله و رسول الله هست امی رتبه ما هست کفایت میکنه و بعضی کسات تفرید میکنن که به ادبی در شان رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن به ادبی در شان رسول الله صلی, اللہ صلی اللہ علیه و سلم چی هست؟ که سنت رسول الله صلی, اللہ صلی اللہ قبول نمیکنن سیرت رسول الله قبول نمیکنن حدیث پیغمبر صلی الله شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله پیشان ضعیف می نسبت به شخصیت انسان های عادی دیگر پس اینا تفرید میکنن به ادبی میکنن انسان مسلمان نه افراد باید بکنه و نه هم تفرید بلکه چی باشه متوسط باشه این حال بعضی کسا متاثر شدن وقتی که آوازه شد که محمد صلی الله علیه و یا رسول الله صلی علیه و به شهادت رسید است بعضیا بسیار متاثر شدن و گفتن که پیغمبر حتی بعضی اومه گفتن که از دشمنان اسلام چی میکردن که اگر پیغمبر می بود باید نمیمرد الله مطالب گفتنه یعنی متاثر به تبلیغات دشمن اسلام نشین و ما محمد و محمد رسول الله صلی الله علیه و الا رسول مگر محمد صلی الله علیه و سلم کی هست رسول است و ما محمد و محمد علیه الصلاه و الا مگر رسول پیغمبر از فرستاده از جانب الله و این تنها یک پیغمبر خو هم بود قد خلت گذشته از من قبلی قبل از قبل وی ار رسول پیغمبرای دیگر آلا افا ما تپس اگر او بمیرد او قتل یا به شهادت برسه کشته شود انقلبتم علا اعقابکم شما بس پس روی از اسلام دور میدین انقلبتم رو میگردانید علا اعقابکم به پشت پاهایتان یعنی یک دفعه به پشت پایتان رویتان تان او طرف دور میدین از اسلام نه دیگه پیغمبر هم آمدن بعضش به شهادت رسید بعضشان مثلا فوت کردن به مرگ عادی خود محمد صلی الله علیه و سلم هم پیغمبر است فوت میکنه و یا شهید میشه شما باید دین توسط از این است که پیغمبر باشد شما دیندار باشین پیغمبر رفت به دین باشین نه تا زمانی که الله متعال پیغمبر آورد وظیفه پیغمبر ختم شد میره کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت است اگر شما هستین دی باشین و من قلب و هر کسی که رو بگرداند برگردد علا عقبیه به پشت پاهای خود یعنی پای پا, پا... خود که کس دور میتاد از این پشت پای کوریای پای خود روی خود طرف دور میتاد یعنی میگه کسی که من تو روی خود دور میتن. طرف اسلام مثل که کس پای خود دور میتاد فلا یدر الله شیئا میگه فلا یدر الله پس هرگز ضرر رسانده نمیتونه یک شخص شیئا چیز و سیجز الله الشاکین ولکن الله پاداش میده برای کسایی که شکر میکنه که الحمدلله که الله بر ما قرآن فرستاد الحمدلله که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و داریم الحمدلله که تو یک پیغمبر بزرگوار داشتیم الحمدلله که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و تابعین تبع تابعین علمای بزرگ اسلام برای قرآن سنت بسیار خدمت کردن و ایره حفظ کردن و الله متعال پاداش میده برای کی شکر کننده ها که شکر میکنن و ای پیغمبر میمره یا یک شخص دیگه میمره یا کسی در صف جهاد میمره این مرگ هر کس معلوم داره این نیست که اگر من در صف جهاد رفتم میمرم اگر در خانه بود نمیمره این گپ الله متعال میگه گپ های کافرا و بیدینا و مرتدها است. مسلمان میگه که عجل هر کس معلوم داره است. اگر مرگ برات نشته شده باشه مرگ برات هر جگمه. و ما کان لنفس و ما کان و شایسته است. امکان نداره ای که یک نفس لنفس بر یک نفس که انتھمت عین کی بمیرت اللّ اذن اللہ مگر بہ اذن اللہ کتاب ای کتاب حس مؤجلان که عجلش تعیین شدگی است و ما یورد ثواب دنیا و کسی که اراده بکنه ثواب دنیا را منفعت دنیوی را نعته منها کسی که تنها خدا فکر دنیا باشه الله متعال میگه میتیم برایش دنیا میتیم خانه برایش میتیم قصر میتیم و ما یورد ثواب الاخرت اما کسی که اراده بکنه چی ثواب و منفعت آخرت را نعته منها برش ما او را برش میتیم و سنجز شاکرین لکن ما پاداش میتیم برای کی برای کسایی که شکرگزار هستند آل به رسول الله صلی الله علیه و که این مجاهدین اسلام تنها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و نبودن بلکه اصحاب دیگه خود دیگه پیغمبر و اصحابشان اونا هم در راه الله جهاد میکردن و هیچ وقت احساس سختی و احساس ضعف نمیکردن الله متعال امیر میگه میگه و که این و بسیار چی بسیار بودن یعنی که این و بسا بسیار بودن من نبین از پیغمبرانه که قاتل جهاد قتالی و مسلح کردن معه به امرای از امو پیغمبر کی؟ ربیون کثیرا انسانهایی که اونا بر رب خود بسیار معتقد بودن اشخاصی که فقط به خاطر الله کار میکنن ربیون یعنی اشخاصی که اونا فقط به خاطر رضایت الله کار میکنن کثیرون بسیار زیاد بودن فما و هنو پس سست و ضعیف نشدند الانكسار بالخوف یعنی وهن چنه مایه که انسان از ترس خدا بشکنانه ضعیف شه و خود توهین بکنه که والا نیسه ما زور ما نمیرسه و سلا دارن و تیاره دارن و مهمات دارن میگه این گپا را کافران دینا و مردمای منافق و ضعیف الایمان میگه او کسانی که حقیقتا ربیون هستن بنده های حقیقی رب هستن الله هستن فما و هنو هیچ وقت خدا منکسر و که شکست, شکسته از ترس در وجود خود ایجاد نمی کنند لما اصاب هم به سبب اینکه برشان کدام تکلیف برسه فی سبیل الله در راه الله و ما ضعف و ضعیف هم نشدن یعنی قوت خود ناقص نساختن که نه ولی ما کار کردن نمیتونیم کل چیز که هست اونا ما هیچ ندانیم این گپا رو نزنین که گپای انسان های که م... 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 ربیون هست ایگه پای از نیست کسایی که بنده های و حقیقی رب هستن ایگه بار را و مستکان و نه هم تسلیم شدن ای که برن مثلا تسلیم قوانین و برنامه ها و چیزای پروژه های کفری شوند که برن خدا پیش از اونها خم و لم بکنن که والا سبی ما کت شما هستیم ما شما را دوست داریم یو ار اور فرند شما دوستای ما هستین وی لوف یو ما شما را دوست داریم نه گپا کس گپای منافقا و بدین است والله یحب الصابرین الله متعال کی را خوش دارن کسای را خوش دارن که در امین مشقت ها و سختی ها صبر میکنن و ما کان قولهم باز امی کسایی که امرای پیغمبرها یک جای جهاد میکردن باز چی میگفتن در پالو یزی که آمادگی جهادی داشتن اما قسم عقیده قوی داشتن هیچ وقت احساس احانت و خواری و ذلت در وجود خود نمی کردن باز اونا خود در مقابل الله تسلیم میکردن. باز می باز میگفتند و ما کان قولهم و نبود سخنهایشان دعاهایشان الا مگر ان که میگفتند رب پروردگار ما اغفر لنا ببخش برای ما ذنوبنا گناهای ما را ما در مقابل همی کفار با اینمی استاد میشیم ما از پیش ما حساب گناه ها شده باشن پروردگار گناه های ما را ببخش و اسراف و زیاد روی ما را که کدام وقت در قسمت کدام حرام و ناروا زیاد روی کرده باشیم فی امر نادر امور ما و ثبت اقدامنا و علی القوم الكافرین و ثبت اقدامنا یا الله ما را ثابت قدم نگه بدار ثابت نگه دار قدم های ما را یعنی ما را ثابت قدم نگه بدار در مقابل این کفار و و نصرت کن ما را عال القوم الكافرين یعنی در ایمان ما ثابت قدم باشیم و نصرت تو بالای ما باشه که بالای قوم کافر ما چی شویم نصرت کامیاب, با... کامیاب شویم فآتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسن الله بزاد الله مطال برشان ثواب دنیا را و حسن ثواب امچنان بهترین پاداش آخر آخرت الله مطال برشان داد والله و الله متعال يحب دوست دارت المحسنين المسلمان را يا أيها الذين آمنوا و أي مؤمنا إن تطيعوا اگر شما الذين كسان را كي كفر كافر يردوكم شما على عقابكم و پشت فتان فتن يعني روی شما را دور ميتن از دين فتن پس رو خاسرين خسارت ها بل الله مولاكم بل الله مطال مولاي شماست دوست شماست اه او مولایتان بگیره و هو خیر الناصرین و الله مطال میگه بهترین نصرت کنندگان شما الله مطال است سنلقی فی قلوب الذین کفر و راب اگر شما ارقدر ضعیف و کم باشین الله مطال میگه وقتی که ما شما را نصرت بکنیم با سنلقی میاندازیم اندازیم القاب منای انداختن است می اندازیم فی قلوب الذین در قلب های کسانی که کفر و کافر شدن ار و ترس را به ما اشکو به سبب آنچه که اینا مشرک شدن با الله شریک ساختن دیگر آره. بالله به با الله ما لم ينزل به سلطان چی که الله او سلطان نازل نکنه یعنی اونا چی کردن قانون زد شریعت الله را تطبیق کردن الله هیچ وقت ایره سلطنت نداده قانون مخلوقه که شما حکومت مردم توسط مردم بر مردم بسازین هیچ ای به الله نیست و ما النار و کسایی که شریعت غیر شریعت الله را تطبیق میکنند جایگاهشان آتش و دوزخ است و بئس المأثوى الكافرین و بسیار بد است مأوای امیکی مأوای ظالمه.